در یک ماه گذشته سه حمله تروریستی به مساجد شیعیان در شهرها و مناطق مختلف آمریکا و اروپا رخ داده است بررسی انجام شده نشان می دهد هدف از انجام این حمله ها از دو حال از خارج نیست یا حضور فعال و پررنگ پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم در این مساجد بوده و یا به دلیل شیعه بودن این مساجد مورد حمله قرار گرفتند اولین حمله حدود یک ماه قبل به مسجد شیعیان در ایالت شیکاگو رخ داد که طی آن خادم 59 ساله مسجد با بیل کشته شد در دومین حمله که توسط پلیس آمریکا اف بی آی شناسایی و خونسا شد نو جوان 16 ساله و جوان 20 ساله قصد داشتند مساجد شیعه و کنیسه های یهود را با عنوان اینکه کافر هستند منفجر کنند در سومین حمله نیز یکی دیگر از مساجد شیعیان در شهر نیوپورت اروپا به آتش کشیده شد با هدف بررسی بیشتر جوانه به این موضوع و علل آن گفتگوی دارم با مدیر سازمان شیعه رایس باچ جناب مصطفی اکوند آقای اکوند سلام چرا با وجود اینکه امروز معمولا در جوامع غربی فرق بین اهل تسنن تونرو و شیعیان برای شهروندان قابل تشخیص و ملموس است باز هم به مساجد شیعه حمله می شود سلام علیکم خدمت شما و بینندگان عزیزتون متاسفانه سوشال میدیا و میدیا خیلی تاثیر زیادی در این رابطه داشته و شیعه ها در این زمینه چون فعالیت های زیادی دارند اشخاصی که به اسلام رو میارن مثل این جوانایی که توی شیکاگو و آقایی که در شیکاگو به مد... مسجد حمله کرده اینها به وسیله سوشال میدیا و به وسیله اخباری که میشنوند و اون اسلام سیاسی که معرفی میشه تقریبا به دیگران به این راه کشیده شدن که به این عقیده برسن که شیعیان کافر هستند و باید کشته بشن در هر دو مورد به خاطر اینکه شیعیان در ایالت های مختلف آمریکا به خصوص بعد از کووید 19 تاثیر زیادی در جامعه داشتن و کمک های مردمی بسیار زیادی توی شهرهای خودشون انجام دادن و مردم بیشتر آشنا شدن با شیعیان و با لطف و با اون زیبایی فرهنگشون با اون زیبایی دینشون آشنا شدن این تاثیر زیادی داشته که تا اون تندروها این راه رو پیشه بکنن که حمله بکنن به شیعیان و سعی بکنن حالا یا مسجد رو خراب بکنن یا اشخاص رو به قدر برسونن بله. به نظر شما چرا داعش میخواد بین... به تنش بین مسلمانان شیعه و اهل تسنان بیشتر دامن بزنه؟ ببینید غرب در حال حاضر و جیل جدید که الان در مسلمان هایی که دارن در غرب کار میکنن زیاد اعتقادی به شیعه و سنی ندارن براشون اون مهمه که بتونن به عنوان یک مسلمان فرهنگ اسلام رو معرفی بکنن شیعه ها و جوان های شیعه ای که از کشورهای مختلف مثل ایران و عراق و افغانستان هستن اینا به وسیله مؤسسات جدیدی که راه انداختن و کارهای جدیدی که انجام میدن تونستن نفوذ بیشتری داشته باشن مثلا مثل نیویورک تونستن محرم رو توی تقویم بذارن مثلا توی شهرهای مختلف الان یکی از بزرگترین گروه هایی که کمک میکنه به افغان هایی که برادر و خواهر افغان هایی که آمدن در آمریکا مؤسسه‌ای هست به نام حسین فور هیومانیتی اینها همش بچه های شیعی هستن که دارن کار میکنن و برای تندروها و برای داعش و کسایی که میخوان نفوذ بیشتری در جامعه اسلامی داشته باشن یا فکر میکنن که میتونن این نفوذ رو داشته باشن متاسفانه دامن زدن به این وحدتی که وحدت ظاهری که وجود داره در در آمریکا و اروپا خیلی مهم هست و اگر بتونن دامن بزنن به این آتیش و بتونن این جدایی رو ایجاد بکنن به جای اینکه مسلمان ها بتونن خدمت بکنن به جامعه خودشون کاری که انجام میدن اینه که با همدیگه جنگ بکنن و این چیزیه که تندروها و دشمنان اسلام راهی هست که پیگیری کردن و الحمدلله بسیار زیاد خود مسلمان ها این رو پی بردن و سعی میکنن که به این اتفاق نیفته ممنونم مصطفی اکوان مدیر سازمان دیدبان حقوق شیعیان با ما بودند